با نام و یاد خدا، آیا صدای منو دارید خانم دکتر شاهرخی؟ آیا بزرگوارانی که زحمت کشیدن صدای منو دارن؟ پس با سلام و نام و یاد خدا و تشکر از حضور شما بزرگواران که اجازه دادید من در این اواخر کار علمی تجربیات خودم رو با شما در میون بذارم. ابتدا بد نیست که از در حقیقت گروه این خلیج فارس، آقای مهندس فلکه و خانم دکتر نیروفر شاهرخی که خیلی زیادن تا من قدیمی رو ریوایز کنن و بتونن این وبینار رو با شما داشته باشم تشکر کنم. عنوانی که من در خدمت شما هستم به مثابه سالها تجربم روی اتزیو و باندینگ و اینا، در حقیقت درک نکاتی از شکست های درمان ادهزیومون هست که باعث میشه ما آموزش های بیشتر و بهتری از این شکست هامون داشته باشیم. قبل از اینکه اصلا راجع به شکست های باندینگ ها با هم صحبت کنیم، بهتر است که یه یادآوری کنیم که از خیلی سالها پیش از اینکه باندینگ وارد حیطه دندانپزشکی بشه، در حقیقت سمانهای مختلفی به عنوان چسبها در حیطه دندانپزشکی استفاده می‌شدن. بحث امروز ما بیشتر راجع به باندینگ ها، کامپوزیت ها و رزین سمنت هایی که به سطح دندان یا سوبستراهای دیگه دندانی میچسبن. اما عرضم این است که ما سالها از سمان های پولیکربوکسیلات، زینک اکساید، گلاساینومر و زینک فسفات به عنوان چسب استفاده میکردیم و بد نیست که فیل اونها و نکاتی که از اونها هم فرامیگیریم و یه ریویو کنیم. اکثر شماها شاید تجربیاتی داشته باشید از کرانهایی که از دهان بیماران خارج شده. مهمترین فیل این کرانها معمولا وقتی که رخ میده است این است که سمان در داخل در حقیقت کران باقی میمونه. سمان در داخل کران باقی میمونه. این فیل یعنی اینکه اکثر سمان هامون به خوبی به سوبستراهای خارج از دهان که انرژی سطحی بیشتری دارن، فلزات انرژی سطحی بیشتری دارن، خوب میچسبیدن و میچسبن در حقیقت، ولی سمت دندانی که مجاور بزاق، خون یا جریان فلوید در حقیقت شیار لثه هستش همیشه در معرض این خطر هست که خوب بهش نچسبیم. اتفاقا سمت خطر کارهای ما لیک از این سمته و باید به خاطر بسپاریم که این ناحیه که باید دقت ما بیشتر باشه. فعل بعدی که با این سمان ها رخ میدهد این بود که گاهی بعضی از این انواع سمان ها وقتی کران ها در می اومدن روی دندون باقی میموندن، که البته نسبت به فعل قبلی بسیار با تواتر کمتری رخ میده. سمان هایی که شبیه پولیکربوکسیلیک اسید و گلاس آینومر بودن از این نظر این امکان رو فراهم می آوردن که بعضی وقتا سمان وقتی سطح دندون ایزوله باشه، تمیز باشه، بزاق نخورده باشه و در حقیقت آری از آلودگی باشه، سمان بهش بچسبه و به سوبسترای دیگه‌ای عین کران که معمولاً این کران هایی هستن که قبلا با چسب های موقت چسبیدن و سطح چسب های موقت میدونید که بیس روغنی دارن تا خیلی انرژی زیادی نگیرن.
انرژی سطحی زیادی نداشته باشن. خدمت شما عرض کنم به این دلیل سمان به سطح داخلی کران نمیچسبد و از اون ور به خاطر تمیزی سطح دندان به سطح دندان چسبیده باقی مونده. خدمت شما عرض کنم که در این موارد هم با گفتم با شیوع و تواتر کمتری رخ گاهی سمان ها و چسبای ما هم در سطح دندانی باقی میمونن و هم در سطح داخل کران. این در مواردیه که معمولا کوهزیو استرنت سمان کم باشد، کوهزیو استرنت سمان کم باشد و از داخل خودش بشکنه و معمولا با سمان های موقت این فیل و این در حقیقت مشکل چسب رخ میدهد. گاهی مواردی هم شاید اکثر شما همکاران گرامی دیده باشید که کران یا بریجی در میاد و نه سمان در داخل کران باقی مونده است و نه در داخل نه در حقیقت سطح دندانی. این جور مواقع معمولا مواقعی هست که سمان ها در حقیقت واش آت شدن. حالا بسته به زمان میشه اینا رو در طرح درمان بعدی دوباره ریسمند کرد یا از سمان های استفاده کرد که دیگه واش آت نشن و حل نشن. معمولا سمان های اتزیب در سمان های رزینی در این گروه قرار میگیرن و میتونن در مواردی که در دراز مدت این واش آت صورت گرفته و هیچ پرابلم دیگه پوسیدگی وجود نداره و سالهای زیادی کران برای بیمارانمون خدمت کرده، حالا از یه سمانی که قابل حل نیست سمانهای رزینی استفاده کرد و اونو هم به سطح دندانی و هم به سطح داخل کران باند کرد. در همین موارد هر جا فیلی هست وقتی سمان در داخل دندان روی دندان باقی میموند باید دقت کنیم که تمام عواملی رو به کار ببریم که سمان رو به سطح داخلی کران بچسبونیم. این سندبلاس کردن، این تمیز کردن سطح داخلی کران، حتی در قدیم ها متال پرایمر ها در داخل اینا استفاده میکردیم و ولی اساس تمیزی و پاکی و سندبلاست و همین اصولیه که شماها بهتر از من بلدید. وقتی که سمان به عکس در داخل کران که معمولا بیشتر اینجوری رخ میدهد باقی میموند، از این ور باید سطح دندان رو تمیز کنیم، ایزوله بکنیم دندان رو و نذاریم بزاق و مایه در لثه به اونجا برسه و حتی دندان رو باند کنیم و حتی دندان رو کاندیشنینگ کنیم تا به سطح دندانی هم به خوبی بچسبیم. حقیقتا وقتی که وارد هیته باندینگ و چسب ها و شکست هاشو میشیم باید یه جملاتی و یه کلماتی رو با هم همسو و هماهنگ باشیم تا بتونیم بهتر ارتباط برقرار کنیم. معمولا وقتی که ما با چسب ها به یه سطح میچسبیم، به این سطحمون که بهش میچسبیم میگن سوبسترا یا اترن. خب این سوبسترا ممکنه یکی نباشد، ممکنه در مواردی هم به مینا بچسبیم هم به آج بچسبیم هم از این ور به یه برکت، به یه کران، به یه کرانی که پورسلن فلدسپاتی که شکسته هم به فلزش میخواییم بچسبیم هم به پورسلن‌های حاشیهش بچسبیم و هم مثلا به آج یا سمنتوم سطح ریشه بچسبیم و این باعث میشه که یه ذره کارهای در حد سوبستراهای مختلفی در معرض کار ما قرار بگیره و دقت‌های خاصی داشته باشیم روش. سوبستراهای متعددی در حیطه دندانپزشکی استفاده میشه، ما به کامپوزیت ها با این سمان ها و با این چسب ها میچسبیم، به فلز باتیک پورسلن، به لیتیوم دای سیلیکات، به زیرکونیا، به فایبر کامپوزیت ها، به فایبر ها و سطوح دندانی که شایع به مینا و آج متعدد میچسبیم. به عنوان در حقیقت یک طبقه بندی خیلی ساده برای اینکه با هم هماهنگ بشیم، اگر چسب ما وقتی که به این دو
دو سوبسترای مختلف چسبید، از محل چسبندگی به یکی از این سوبستراها جدا شد، معمولا میگیم این نوع شکستمون شکست اتهزیوه و این وقتی رخ میده که معمولا به این سطح یا تمیز نباشه یا تریتمنت مناسبی انجام نداده باشیم. همه در حقیقت درمانهای سطحی که پرایمر درست استفاده نکردیم، درمانهای سطحی درستی انجام نداده باشیم و این چسب از این سطح جدا بشه. گاهی چسبا ضعیفن و معمولا در حیطه کار ما و در حقیقت کارهای روزمره چسبها همیشه از دو تا سوبسترا، نباید بگم همیشه، ولی در بیشتر مواقع از دو تا سوبسترایی که بهشون به هم میچسبن ضعیفن و این شکست کوهزیو در حقیقت خود چسب یا اتهزیومون هستش و به این شکست کوهزیو میگن. کوهزیو فیلر این اتهزیو در حقیقت. این کوهزیو فیلر حتی میتونه در یکی از سوبستراها یا در هر دوی اونها هم صورت بگیره. اگر این اسلاید ها واضح باشن، این در حقیقت سطوحی از دندان است که سافت کردیم، با سنباده سابیدیم و در حقیقت توده ای از کامپوزیت بهش باند شده. وقتی که در شیارهای جایی که از سطح دندان سابیده شده بعد از شکست میبینیم، در حقیقت این نوع شکست حاکی از شکست های اتهزیو، یعنی چسب خوب نچسبیده به سطح دندان که شامل مینا یا آجه. وقتی که حتی قسمتی از سوبسترا که در اینجا دنتینه، یعنی گودتر افتاده، اون سطح صافی که ایجاد کرده بودیم تا بایش باند بشیم، مقداریش کنده شده، به این میگیم کوهزیو فیلر این دنتین، کوهزیو فیلر در دنتین. و وقتی که کامپوزیتی که با واسطه چسب در حقیقت این سطح دندانی چسبیده در داخل خودش میشکنه، بهش میگیم کوهزیو فیلر این کامپوزیت. گاهی هم و بیشتر مواقع میکسی از این شکست ها رخ میدهد. اگر جزئی تر نگاه کنیم ببینیم شکست ها واقعا به این سادگی که من ارائه دادم نیستش. معمولا چسبامون لایه های مختلفی دارن و در قسمت های مختلفی ممکنه دچار فیل و شکست بشن. مثلا همون جوری که میبینید ممکنه چسبمون از سطح کامپوزیتمون جدا بشه، ممکنه در داخل لایه باندمون جدا بشه، ممکنه در داخل هیبرید لایرمون جدا بشه و ممکنه در عمق هیبرید لایرمون جدا بشه. ممکنه وقتی به مینا میچسبیم در سطح تک ها یا ماکرو تک ها جدا بشه، ممکنه در داخل انامل باندی که استفاده کردیم، ممکنه جدا شدن فیلر ها از در حقیقت سطح باند شده رخ بده و همه این کامپلکس باعث میشه که ما در حقیقت از هر کدوم از این شکست ها یه نکته بیاموزیم و بفهمیم پرابلم و مشکلمون کجا بوده تا در مرحله بعد در حقیقت بتونیم کاور کنیم و این مشکلمون رو کاهش بدیم. این نمونه‌ای بوده که خود من به سطح زیر کنی ها چسبونده بودم، یه استوانه از کامپوزیت به سطح زیر کنیا چسبوندیم بودیم با واسطه دوتا یونیورسال. در نمونه میبینید سطح کامل زیر کنیا در SEMش کاملا واضحه و در نمونه بعدی SEM میبینید که کامپوزیت در حقیقت روی این سطح زیر کنیا باقی مونده و به این میگن کوهزیو فیلر. این همیشه به معنی اتهزیو فیلر به معنی همیشه شکست در حقیقت ضعف اتهزیو یا حتما به معنی تریتمنت ناجور اتهزیو نیست و حتی فیل کوهزیو همیشه باز به معنی این نیست که در حقیقت اینقدر چسبمون قوی بوده که یکی از اون دوتا سوبسترا یا چند تا سوبسترا شکسته است. ولی میجور نگاه کلیمون وقتی که چسبی فیل کوهزیو دارد به نفع فرایند خوب چسبمون و فرایند خوب چسبندگیمون هست.
به عنوان مثال وقتی که اتزیو میشکنیم معمولا اتزیوامون ضعیفن، کنتامینیشن وجود داشته، اینکامپلیت کیورینگ داریم یا اینکامپلیت تریتمنت داریم، و وقتی که سوبسترا میشکنه معمولا سوبسترامون خودش کوهزیو استرنتش کم بوده که نادر اینجوری کم رخ میده، ولی داریم در حیطه دندان پزشکی بعضی وقتا چسبایی داریم که از پورسلن های فلدسپاتیک یا حتی لیتیوم دایسیلیکات اوور تریت شده، خیلی اسید خورده یا خیلی نازک یا خیلی اگریسیو تریتمنت شده یا سمبلاس شده با فشار بالا دچار ضعف شدن و اتزیومون در حین شرینکج، در حین انقباض یا در فورس حتی میتونه منجر به شکست کوهزیو سوبسترا بشه. یه نگاه دیگه هم داشته باشیم به سطوح چسبندمون. اگر برای مثال سطح باندینگمون به دوتا سوبسترا میچسبه، وقتی فشار تنسال یعنی یه نیروی کششی به این مجموعه باند شدهمون وارد میشه، دقت بفرمایین که سوبسترا به همین شکل باقی نمیمونه، به همین شکل هندسی مکعبی که مثلا اینجا شماتیک شما نشون دادیم. ببینید این میله هایی هم که کشیده میشن سطح مقطعشون تغییر میکنه. در حقیقت در تمام این سطوح دیگه الان نیروها هموجن وارد نمیشوند و توزیع تنش ها در بعضی از نقاط بیشتر میشه و این باعث میشه که گاهی کوهزی فرکچر در سوبسترا داشته باشیم، ولی حتما بس به معنی این نیست که سوبسترامون خیلی ضعیف بوده و یا باندمون حتما خیلی بالا و خیلی عالی بوده است. خدمت شما عرض کنم حالا یه ذره جزئی تر نگاه کنیم. به عنوان مثال از باندینگ هایی که استفاده میکنیم، یک سلفه چه خیلی معروف SE باند که شاید خیلی از شما استفاده کرده باشید و در حقیقت گروه باندینگ های سلفه جز گلدن ها و جز استاندارد های خوب است، و یه باند توتالش یعنی باندایی که اسید میزنیم. و حالا اینجا البته به خاطر اینکه مشکلات توتال اچ هم نباشد، در حقیقت یک نمونه ویت باندینگ یعنی یه باندینگ یه جایی که اسید میزنیم به دنتین و دنتین رو بعد در حقیقت مرطوب و رطوبتش رو کم میکنیم و با واسطه یه باند هیدروفوب بهش میچسبیم. این دوتا رو بیاییم نگاه کنیم، وقتی به دندان میچسبن و اینا رو میکشیم، نیروی تنسایل همون نیرویی که در عکسای شماتیک قبلی دیدید وارد میکنیم، ببینیم از کجا میشکنن. مثلا SE باند ببینیم از کجا بیشتر از همه میکشه شکست پیدا میکنه. 32% مواردی که SE باند با واسطه باندینگ و یه کامپوزیت به آج وصل میشه، ببینیم چجوری میشکنه. با فیلم برداری با سرعت بالا در حقیقت این پروسه رو داریم در میبینیم که اینترفیس کامپوزیت و باندینگ SE باند دو تا جزء داشت، یه پرایمر داشت یه باندینگ، یعنی در منتهی علیه باندینگ جایی که باندینگ به کامپوزیت وصل میشه از هم جدا شد. خب تواتر بعدی در این مورد است، ببینیم اینجا از کجا جدا میشه. اینجا از داخل لایه یعنی قسمتی از لایه باند روی دنتین و قسمتی از لایه باند روی توده کامپوزیتی که چسبیده شده، و در همین موارد دیگه هم همینجوری با همین تناوب و با همین درصدهایی که من نوشتم رخ میده. یعنی بیشترین 60-70% فیلمون در همین دو ناحیه صورت میگیره. خدمت شما عرض کنم که حالا بریم ببخشید این تلفن زنگ میزنه من اینو قطع کنم. حالا بریم ببینیم که در وقتی که با یه باند توتال اچ به دندان وصل میشیم، در حقیقت فیلا و شکست هامون کجا خواهند بود.
خب این برگشت عقب‌تر، حالا یه ذره جزئی‌تر و سریع‌تر. خب وقتی که این مثلا یه باند نسل 4 یا نسل 5ی که سینگل باند، اگزای، تتریک اند باند یا اپتی باند سولو اینا وصل میشیم، ببینیم اینجا فیلام. ببینید یکی از فیل‌های شایعمون در این ناحیه صورت میگیره. ببینید از کجا وصل شدیم، از کجا در حقیقت جدا میشیم، از لایه باند. خب فعل 50%مون رو ببینین کجاست، در اینترفیس باند و دنتین، و معمولا این اینترفیس در عمق دنتین وقتی که دنتین اچ میشود رو خواهد داد. در 23% موارد نگاه کنیم از کجا جدا شدن، در فاصله باز بین کامپوزیت و باند که یاد میگیریم، چون اکثر این باندینگ هامون چه سلفه چه توتال اچ همه هیدروفیل شدند که به سطح دندان و آج مرطوب بچسبند، از این ور به حالا کامپوزیت هیدروفوب بعضی جاها خوب نمیچسبند، و این نکته رو مد نظر میگیریم تا بتونیم شکست هایی که از حد فاصل کامپوزیت و باندینگمون رخ میدهد و ببینیم چجوری میتونیم کاهش بدیم. خب از اینجا هم اگر رد بشیم بریم، خب حالا در این عکس شماتیک تقریبا یه ذره با وضوح بیشتر ببینیم بیشتر شکستامون کجا بود. وقتی که از باندینگ های این اس ای باند استفاده می کردیم یا این توتال اچی که دیدید، وقتی این اس ای باند استفاده می کردیم، این شماتیک پایین از لایه بین کامپوزیت و در داخل خود باندینگ، و وقتی که اچ می کردیم سطح دنتین رو از عمق دنتین و در حالا بین هیبرید لایر و باند یا توی باند، شکست این باندار داشتیم. نگاه کنیم ببینیم چی کارا میتونیم بکنیم که این شکست ها کاهش پیدا کنه. یعنی اسیدش کردیم یه دندونیو، و وقتی این دندان رو کامپوزیت و باند کردیم و جدا میکنیم، حالا از اینترفیس عمق جایی که اسید نفوذ کرده ولی باندینگمون خیلی خوب نفوذ نکرده، و عموما ما اینجا رو به اسم نیکد کلاژن میشناسیم یا دمینالیز شده و نفوذ نشده با واسطه باندینگ، شکست در اینجا رخ میده. برای اینکه اینو کاهش بدیم چی کار میتونیم بکنیم؟ برای اینکه اینو کاهش بدیم میتونیم که خدمت شما عرض کنم عمق اچینگمون رو کنترل کنیم، زمان اچینگمون رو زیاد نکنیم، حداقل لازم برای اچینگ رو انجام بدیم. میتونیم فرصت زیادی برای باندینگمون، پرایمرمون بدیم تا نفوذ کنه، تا تمام سطحی که دمینالیزه کردیم رو در حقیقت پرولانگ اپلیکیشن کنیم. میتونیم چند لایه باند، چند لایه پرایمر اپلای کنیم، بین لایه ها خوب خوش کنیم، با خوش کردن تمام اجزای ضعیف رو از اتهزیومون دور کنیم و پلیمرها و رزینه های قوی تر رو در اون عمق هیبرید لایر جایگزین کنیم. میتونیم آجیتیت کنیم، راب کنیم، با به طریق مکانیکی هول بدیم باندینگ ها رو، نفوذ پذیرشین رو بهتر کنیم. میتونیم دراینگ تایممون رو بیشتر کنیم، افزایش دراینگ تایم حتی تا 2 برابر زمانی که توصیه میکنن هم در خیلی جاها توصیه شده، و خیلی خوب کیور کنیم. بهترین باندامون اگر خوب کیور نشن افیشنسی خوبی نخواهند داشت، و این کیور کردن خوب منجر میشه که نتیجه کار ما بهتر بشه و دورابیلیتی کارمون بیشتر. خب اما برگردیم رو اون اسی باند، ببینیم باندای این باندای سلفت چجوری در حقیقت
فیلاشون در کدوم نواحی بیشتره تا ما دقتمون در کلینیک برای این نواحی بیشتر بشه. این گروه یا از اینترفیس باند یعنی با کامپوزیت یا در داخل خود باند، این باندا گفتم سلفچا در پرایمرشون آب، الکل و اکثر سلفچا مقداری آب دارن تا رزینهای در حقیقت اسیدیشون بتونن هیدرولیز بشن و رو سطح دندون افیشنت و مفید واقع بشن. این آبه اگر از داخل اتزیو، این حلاله اگر از داخل اتزیو خارج نشه، لایه باند خودش ضعیف میکنه. پس اگر اینا رو خوب خشک نکنیم، امکان داره که در خود لایه باندشون دچار فیل بشن. درسته که لایه دوم SE باند یه باند هیدروفوب و با پلیمرهای با ویسکوزیتی بالاتر بسه، اما در داخل این پلیمرها چون کارخونه‌ها نگران بودن که مثلا MDP در داخل این با خیلی پر هوا زدن از دور بشه، از محیط پول آت بشه، در حقیقت در داخل باندشون هم مقداری رزین‌های اتزیو ریختن و اونا ممکنه منجر به شکست در حقیقت این لایه باندینگی که انتظار داریم خیلی قوی باشد بشن. شاید خیلی از همکارا دیده باشن کامپوزیت های رو بعضی از باندا میذاریم خیلی خوب بهش متصل میشه، رو بعضی از باندینگ ها سر میخورن. باند هیدروفوب شدن یعنی هیدروفوب بودن کامپوزیتامون و هیدرو فیل شدن باندامون یکی از دلایل این اشکالی هست که در چسبیدن کامپوزیتا به لایه باندینگ رخ میده. اینجا هم خوش کردن خوب، چند بال اپرای کردن، آجیتیشن، یه لایه هیدروفوب گذاشتن، عین یه فلوئبل، کیورینگ و حتی فشردن کامپوزیت به سطح لایه باند تحت فشار کیور کردنش ممکنه منجر به کمک ما بشه. یه نگاه دیگه به فیلامون در باندها، فیلا رو تقسیم بندید از دید زمان کردنه. اگه فیلامون همون لحظه اولی که باند کردیم و همون ته کاری که داریم فینیش پالیش میکنیم یا سوند میکشیم میبینیم دیتچ شد، در حقیقت کامپوزیتمون معمولا شورت تایم فیل میش میگیم. و اگر در بین 6 ماه تا چندین سال بعد و اگر در سالهای دراز و طولانی انتظار از استفاده کامپوزیت ها دراز مدت کامپوزیت ها باشن رخ بدهد و بهش لانگ تایم میگیم. ولی به هر حال باند هامون به مرور زمان دچار ضعف و نقص میشن. علت شورت تایم ها معمولا اصلی ترین علتشون آلودگی هست که بهترین راه ایزولاسیون است. ایزولاسیون با هر طریقی که بلدید و امکان پذیر هست مهمترین عامل جلوگیری از فیل کوتاه مدت هست. مید تایم فیلامون به خاطر منیپولیشن های معمولا خوب کیو نکردیم، یه ذره حباب هوا باقی مونده، خدمت شما عرض کنم که خوب خشک نکردیم، همه اینا میتونن مید تایم فیلر ایجاد کنن در باندینگ ها. و چند بار اپلای کردن، خوب خوش کردن، خدمت شما کیور کردن بسیار مهم است. اگر به من بین چند نوع اتزیو و کیور کردن قدرت انتخاب بذارن، من حتما میگم که واقعا نوع اتزیو خیلی تعیین کننده نیست، در حالی که کیور کردن این اتزیو بسیار مهم و نتایج استراتژیکی دارد. به هر حال دراز مدت هم باندامون دچار خراب شدن و هیدرولیز میشن و هم خدمت شما عرض کنم که در حقیقت کلاژن و آجمون دچار فیل میشه. حالا یه نگاه ملموستر و کلینیکالتر باز به فیلا داشته باشیم. من یه ساعت و تقریبا نیم ساعت وقتمون باقی مونده. اگر مواجه شدیم با فیلی این چنین، وقتی که دندان اومد پلو ما و ما این خطوط تراش و در حقیقت در روی سطح دندان و فرز و بوری که کرده بودیم دیدیم،
بسیار الان شما به راحتی تشخیص خواهید داد که چرا این رخ داده. شایع‌ترین علت این اهم در حقیقت آلودگی و اشکال اچینگ و باندینگ ما هستش در حقیقت، و ایزولاسیون شاید اینجا بهترین راه جلوگیری از این نوع فیل باشد. در ضمن اینکه شاید کیور نشدن، شاید باندمون آلوده شدن باندینگمون هم میتونه دلایل این نوع فیل باشد. خب اگر دیدیم که لایه باندینگمون روی سطح دندان باقی و شاینی و اینجوری خوب باقی مونده اما به کامپوزیتمون به این خوبی نچسبیده، البته در کلینیک به این راحتی رخ نمیدهد و در نواحی میچسبد و در نواحی جدا میشود و همونطور که عرض کردم بیشتر فعلامون میکس میشه، اما برای اینکه بهتر شما درک کنید و بهتر متوجه بشید، اگر بیشتر سطحمون این شکلی بود، در اینجا در حقیقت کامپوزیتمون به لایه باندمون خوب نچسبیده و ممکنه البته سطح لایه باندمون هم دچار بعد از اینکه کیور شد دچار آلودگی بشود. باندای هیدروفیل به خصوص دوچار این آلودگی راحت‌تر دوچار این آلودگی میشوند چون جاذب آب هستند و باندای هیدروفوب کمتر، اما اگر بشوند حالا باندای هیدروفوب رو یه ذره سخت‌تر پروتکل تمیز کردن و ریه چوری باندینگ و ایناشون هست، ولی باندای هیدروفیل راحت‌تر تمیز میشن و بهتر شسته میشن و بهتر در حد رفتاری در ری باندینگ نشون میدهند. اینجا بهتره وقتی که این مشکل رخ داد از یه فلوئبل کامپوزیت یا یه باند هیدروفوب استفاده کنیم. گفتم که اکثر باندامون نسل 7 یا که خیلی، نسل 5 یا خیلی، نسل 4 و نسل 6 یا کمتر، یونیورسال باندها باز نسبت به نسل 5 یا کمتر ولی از نسل 7 یا بهتر در حقیقت هیدروفیل هستن، گرچه همونجوری که گفتم یونیورسال باندا هیدروفوب شدن نسبت به نسل 5، ولی هنوز مقدار هیدروفوب مقدار هیدروفیل هستن و بهتر روی اینا یه لایه هیدروفوب هم اگر این نوع فیلا در کارمون زیاد دیده میشد بزنیم، یا یه کامپوزیت فلوبل بزنیم و بعد کامپوزیت اصلیمونو روش اپلای کنیم و اینکریمنتامونو بذاریم. همونجوری که گفتم این باندهای نسل در حقیقت 5 و نسل در حقیقت سلفچای نسل 7مون خیلی هیدروفوب هستن، هیدروفیل هستن. یونیورسال باندا گفتم یکم بهتر شدن، ولی حتی یونیورسال باندا هم یه باندای هیدروفوبی در تولیدات جدید مثلا جی سی بهشون اضافه کرده. در بعضی از نسل 5 هم که اصلا یه فلوئبل همراه باندا وجود داشته، در نسل 4 و 6 هم که واضح و شما بهتر از من میدونید که لایه دوم در حقیقت یه لایه هیدروفوب است. اما ببینیم در کلینیک باز نوع شکست بعدیمون چیه. خیلی کم در کلینیک عین استاید اول ما میبینیم، بیشتر شکستگی های میکس میبینیم و برای کاور شکستگی های میکس باید هم تمام نقاطی که برای باندمون مد نظر میگرفتیم و هم تمام نقاطی که برای افزایش استحکام کامپوزیتمون در مد نظر میگیریم و باید اعمال کنیم، یعنی تمام کارهای این تریتمنت سطح کامپوزیت، تریتمنت سطح دندان، اپلای کردن باندینگ، خوب کیور کردن و تمام نکاتی که باز ریویو باز با هم خواهیم کرد نشون در حقیقت منجر خواهد شد که این فیلامون کم بشه. یه سوالی که همیشه از ما میشه که آیا اگر ما در این نوع فیل هایی که قسمتی از کامپوزیت لپر شده و مینا و یا آج و کامپوزیت با هم در نواحی اکسپوز هستن، آیا لازم است که همه
در حقیقت ونیرمون رو یا همه توده ترمیممون رو تعویض کنیم، به عنوان یه اصل کلی باید یادآور بشم که همیشه ریپیر بیش از ریپلیسمنت تو در حقیقت تایید می شود و توصیه می شود و طول عمر رستوریشن و طول عمر دندان را ریپیر در حقیقت بیشتر می کند و توصیه‌مون ریپیر است. معمولا وقتی که شکست در داخل کامپوزیت رخ می دهد، شکست ها شکست های تیزی هستند، گرچه کامپوزیت یه ذره داکتایل هست، هر چقدر مدول سافتاستیسیتی اون کامپوزیتی که استفاده می کنیم کامپوزیت سفت‌تری باشد، کامپوزیت استیف‌تری باشد، در حقیقت شکستاش بیشتر شکستای تورد خواهد بود و شکستای کامپوزیت‌های فلوئبل و با داکتیلیتی بیشتر معمولا شکستای داکتایل. برای اینا چیکار می‌کنیم؟ تمام کارهایی رو که برای افزایش استحکام کامپوزیت لازم هست اینجا انجام می‌دهیم، این پلیمریزاسیون خوب، این پک کردن، این اینکریمنت کار کردن، این خدمت شما عرض کنم که جدا کردن مناسب کامپوزیت تا حباب و وید توش ایجاد نشه و اپلای کردنش روی بلافاصله اپلای کردنش روی ناحیه مورد استفادهمون و عدم منیپولیشن زیاد این کامپوزیت تا حبابینا نگیرد. استفاده از کامپوزیت هایی با خصوصیات فیزیکی بالا در نواحی که فورس بیشتر از قدیمترها بیشتر توصیه میشد و در سطح فیسینگ استفاده از کامپوزیت های نانو یا میکرو که زیبایی بیشتری تضمین میکنن، گرچه بعضی از لیترچر ها هم خیلی این امر رو تایید نمیکنن، اما دیتا های ما بیشتر حاکی از اون است که هر چقدر سوبسترا قوی تر می شود، یعنی کامپوزیت های با خصوصیات خمشی بالاتر این APAX این فیلتک سوپریم نسبت به تتریک سرام که یه ذره نسبت به اینا ضعیفتر است، استحکام باند بالاتری هم نشون می دهد. هر چقدر در حقیقت سوبسترا استحکامش بالا می رود، منوط به این که بتونیم بهش بچسبیم، معمولا استحکام باندمون هم بالاتر می رود. اما برای جلوگیری از شکست کامپوزیت ها، همونجوری که عرض کردم، از کامپوزیت های با استحکام بالا، از زخامت و در حقیقت تیکنس کافی کامپوزیت ها، از اینکریمنت استفاده کردن و تکنیک اینکریمنتال تا بتونیم به همه جای کامپوزیت خوب نور برسونیم، نگران نباشید، معمولا شکست ها اصلا از بین اینکریمنت ها رخ نمیدهد و یعنی اگر نگرانیم که چند لایه گذاشتنشون منجر به شکست از بین لایه ها میشود، اینطور نیست. معمولا اکثر لیترچر ها اینو تایید میکنن که شکست از بین اینا صورت نمیگیرن. موقعی که کامپوزیت رو در میاریم از روی در حقیقت تیوب، باید با شیر نه با کشش و اینا تا وید و حباب و کش نیاد و مجبور به پک نشیم، به هر حال همه کامپوزیت هامون دوچار حباب میشه. همه کارهای دایرکتمون همیشه حباب دارد و هر چقدر دقتمون رو در کاهش اینا به کار ببریم، توده و بیس باندهمون در حقیقت استحکامش بهتر و بهتر میشود. کامپوزیت رو به این شکل بر نداریم و ببردیمش و بدون اپلیکیشن زیاد در داخل حفره قرار بدیم. اگه کامپوزیت به لایه باندمون خوب متصل نمیشد، از کامپوزیت های فلوئبل استفاده کنیم. کیور نزدیکترین جایی که به کامپوزیت میتونید بشید، با مجذور فاصله شدتمون کاهش پیدا میکنه و در حقیقت وقتی شدت کاهش پیدا میکنه، توده کامپوزیتمون درصد پلیمریزاسیون و دیگری آف کانورژنش کاهش پیدا میکنه و منجر به ضعف کامپوزیت و سطح بانده دمون میشه. زمان حتی بیشتر از توصیه کارخونه تا
توصیه میکنم این معلم قدیمیتون اینتنسیتی ها رو دقت کنید، شدت دستگاه های لایت کیور هالوژنمون قدیم تر ها دوچار مشکل بود، دیودامون کمتر و الان توصیه میکنیم دیود های پولی ویو که همه اینیشیتور های داخل کامپوزیت های مختلف رو بتونن کاور بکنن و این اینو در مد نظر بگیرید. همونطور که گفتم سوبستراهای مختلف، سوبستراهای قبلی یه مینای سالم و خوب و این سوبستراه یه مینای ترک خورده است، مطمئنن دندونی که 20 سال پیش پر کردید در بیماری میاد سوال میکنه 20 سال پیش اینو پر کردم الان پر میکنی؟ نه، به خاطر اینکه اصلا سوبستراه هم الان دوچار 20 سال دوچار فتیک، خستگی و ترک و ناراحتی شده، دوچار مشکلاتی شده و الان باندمون مطمئنن در این دو سوبستراه متفاوت است. زخامت کافی از کامپوزیت، همه موادی حداقلی و نیاز دارن تا در مقابل فشارهای اوکلوژن تاب و توان بیارن و بتونن مقابله کنن. خدمت شما عرض کنم که اگه بخوایم در حقیقت در کلینیک فیلامونو یه محکی بزنیم، هر موقع از اینجور اروژن ها و در حد افرکشن هایی که کار کردید که هیچ گونه گیری ندارن و خیلی دچار فیل شد، بدونید که بیشتر این فیلا مربوط به باندینگ و اوکلوژن هستن. خب و اگر تونستین اوکلوژن رو به طریقی کاهش فشار بدید یا با گذاشتن دندونهای خلفی اوکلوژن رو توزیع کنید یا نایت گارد یا هر وسیله دیگه و هر تریتمنت دیگه‌ای که فشار اوکلوژنی رو حس کنید و اگر باز دندون دچار فیل شد، بدونید که فیلامون فیل‌های در حقیقت به خاطر مشکل ادهزیو و کارکرد ما هستن و دقت در این پروسه در حقیقت کنترل اوکلوژن و کنترل باندینگ منجر به موفقیتمون خواهد شد. اوکلوژن کی فاکتور است؟ توزیع متناسب نیروها در تمام سطوح باند شده، سطح باند شده، باند نشده، دندان و رستوریشن و روی همه دندون ها، به خصوص وقتی که نیروها شیرن. اکثر مواد در نیروهای کامپرسی رفتارهای مناسبی ناز چهار که در کلینیک ها میبینیم، یکیش به دلیل نیروهای شیریه که مواد کمتر میتونن در مقابلشون تحمل بیارن. نیروهای اگر نوع تنشامون و نوع در حقیقت قرارگیری و حفرهامون و قرارگیری دندان یا تغییر انسیزار گایدنس جوری باشد که نیروهای شیر کمتر وارد بشود، مطمئنن ماندامون موفقیت بیشتری خواهند داشت و فیل کمتری از خودشون نشون خواهند داد. اما در حقیقت حالا این نوع فیل رو با هم ببینیم. در این 6 دندان قدام کار زیبا و هنرمند همکار خوبمون آقای دکتر سانعی هست که 6 دندان قدامی و فول کران کامپوزیت دایرکت انجام داده بود به دلایلی که حالا دیگه اینجا جای بحثش نیست، موقعی که در دانشگاه شهید بهشتی بودن. خب این دندون بعد از 5 سال دوچار فیل شد. حالا این فیل دیگه فیل باندینگ و کامپوزیت نیست، چون شکست در تمام آل توگیدر است، دندان، باندینگ، کامپوزیت همه با هم جدا شدن و این یعنی نهایت اون کاری که شما میتونید از یک کامپوزیت و یک اتهزیو به دست بیارید و این فیل در حقیقت فیل منیپولیشن یا فیل کار یا فیل ماده شما بلاخص خود کامپوزیت نیست، چون دندان هم در این دوچار فیل شده. موادی با استحکام بالا خودشون ممکن بود اگر این دندون یک کران زیرکونیایی یا پی اف ام شد کرانه نمیشکست، اما دندانه میشکست و در حقیقت این تعادل بین استحکام سوبسترا و استحکام دندان و در حقیقت تبدیل تنش
و انتقال تنش از روی رستوریشن به روی دندان بر اساس اون جاجمنت کلینیکی شما، تعداد دندونهای باقی مانده، نوع اوکلوژن و نیازهای بیمار صورت میگیرد که جای بحثش اینجا نیست. و این کوهزی فیلر هم خیلی در حقیقت با افزایش باند شما، گرچه در نواحی در حقیقت پین فلزیتون یا پست فلزیتون جدا شده است، اما توده میکس است و کامبوزیت هم دوچار فیل شده و دندان هم دوچار فیل شده است و این نهایت کاریه که شما میتونید با کامبوزیت رخ بده. برای اون ریپیر هایی که عرض کردم، معمولا شما بهتر از ما میدونید برای در حقیقت درمان این نوع ریپیر ها توصیه ساده ترین کار یه فرش کردن با فرز هست، سند بلاس یا هیدروفلوریک اسید که گاهی ها توصیه نمی کنند، خیلی هم الان دیگه توصیه نمی کنند، هیچی نبود اسید فسفوریک یا حتی قدیمترا APF ژل های APF هم توصیه میکردن که معمولا پروتکل امروز بیشتر سمبلاس استفاده از یه یونیورسال باند یا یونیورسال پرایمر هست. در مورد فیل های این که سرامیک فرز با هم در حقیقت دوچار از برای سطح سرامیک استفاده از سمبلاس و هیدروفلوریک اسید سایلن و یه باند یونیورسال و برای سطح فلز در حقیقت سند بلاس و یه یونیورسال پرایمر، یا اگه نداشتید یونیورسال باند، مفید و مناسب هست تا این نوع فیل هامون دو کاهش پیدا کنه. حتی برگردیم اینجا، اباتمنت ها خیلی متعدد دیدید به خاطر اینکه سطح صیقلی و صافی دارن، معمولا وقتی چسبامون رو میچسبونیم کمتر به اینا، اگر فعلمون در این سطح بود سند بلاست سطح این یا با یا استفاده از سمان ها و در حد رزین هایی که گروه های اسیدی یا کربوکسیلیک دارن تا به سطح فلز بچسبن هم مفید هستن. در مورد سرامیکا، بیشترین شکستامون معمولا شکستای اتزیب از سطح دندانی است. ببینید، ما به عنوان یه دندانپزشک این فیل خطرناکتری است برامون و اگر از اینجا رخ بدهد ممکنه دندون در و حتی دیبان نشود و به سطح مکانیکی باقی بموند رو سطح دندون، دچار ممکنه دندون دچار پوسیدگی بشود و این فیل مهمتر است. و دقت ما همون جوری که در موارد قبلی هم عرض کردم بیشتر برای باند در سرامیک های فلدسپاتیک و لیتیوم دایسیلیکات و همه این سرامیک های باند شونده و اچ شونده باید به این سمت باشد و این سمت رو خیلی عنایت ویژه‌ای داشته باشیم و حقیقت وقتی جدا می شود از این ناحیه جدا می شود و برای این ایزولاسیون، باندینگ خوب، خدمت شما عرض کردم چند لایه زدن، خوب خوش کردن، خوب چیکار کردن، حتی قبل از قرار دادن در حقیقت سرامیک ونیر سرامیکتون توصیه میشه. اما اگر لوتینگ سمنت و سمانتون در داخل ونیر پلوتون بیاد که معمولا گفتم همینجوری رخ میده و از سطح دندانی جدا میشه، برای اینکه اینو جدا کنید از سطح دندان، راه درمان و راه مناسبش این است که اگر ونیراتون در حقیقت حباب اینا ندارد و ترک ندارد، بین 450 تا 700 درجه، من از 450 درجه نتایج خوبی نگرفتم، 600 تا 700 درجه حرارت بدید بین 1 تا 10 دقیقه. این کامپوزیت داخلی سوخته می شود، معمولا مشکی یا سفید می شود. اگه سفید باشه یعنی فیلرها مونده و مشکی هم به خاطر کربونیزیشن اون پلیمر هاست و بعد به راحتی در میاد. اگر سمان روی دندان باقی بماند و از سطح در حقیقت سرامیک جدا بشود، معمولا هیدروفلوریک رو درست اپلای نکردیم،
یا سایلن درست اپلای نکردیم، که دو تا عامل مهم چسبندگی سرامیکا به سطح دندان هستن. پس اگر کامپوزیتی اومد، یعنی در ونیری اومد که کامپوزیت روی دندان باقی مونده بود و در داخل سرامیک نبود، حالا باید دقتمون به این سمت بیشتر بشود. حالا باندمون به سطح دندانی رو میتونیم با واسطه لیزرها یا حتی تقریبی با فرزها میتونیم برش داریم. با ویبریشن صد البته بهتر است اگر دیباند بشود تا فرز سطح تراشمون رو دوچار خدشه نکند. سطح دوباره سرامیکمون رو هیدروفلوریک اسید میزنیم، بسته به نوعش از 10-20 ثانیه تا یه دقیقه و حتی بیشتر میشه استفاده کرد، و بعد سایلینیزیشن یک یا دو لایه. معمولا سایلن های اکتیو شده اگه شلف لایفشون نگذشته باشد مناسب است، اگر نبود سایلن های دو جزئی که خوب اکتیو کرده باشید یه زمانی بدید یه 10-15 دقیقه که خوب اکتیو بشه و بعد خوب سایلن رو خوب خوش کنید هم مناسب هست تا این نو فیل هامونو کاور کنم. با ساعت رو نگاه کنم، 9 دقیقه هنوز وقت داریم. عرض کردم هرچی سوبسترامون قوی تر بشود معمولا باندمون بهتر است، منوط به اینکه باند اون سوبسترا قابلیت باند شدن دارند. در امروز در حقیقت همه سوبستراهامون، حتی زیرکونی هایی که مدت ها و سال ها خوب بهش باند نمی شدیم، به روش های مختلف قابل باند شدن هست و نگرانی ما معمولا در سطح سوبسترا نداریم. و صد البته هی توجهتون رو به سطح دندانی جلب می کنم که به سطح دندان دقتتون بیشتر بشود. باز در پرانتز عرض می کنم که صد البته لیتیوم دایسیلیکات، پورسلن های فلدسپاتیک، لوسایترین فورس ها بهتر باند می شوند نسبت به زیرکونیا، ریبل تر و قابل اعتماد تر هستند. اما زیرکونیا با هیدروفلوریک های با غلظت بالا و حرارت بالا در داخل لب و یا سمبلاستینگ و استفاده از زی پرایمر ها و پرایمر هایی که در حقیقت به سطح زیرکونیا باند می شوند و رزین های فسفات دارند هم نتایج خوبی دارند، به طوری که حتی لامینیت ها و سرامیک های نازک و اولترا در حقیقت نازک باند شونده از زیرکونیا هم ارائه می شوند. خب در مورد فایبرها عرض کنم که معمولا فایبرها وقتی که دیتچ می شوند این اولین تصویر سمت راست هستن، یعنی کامپوزیت به فایبر چسبیده و از سطح ریشه و داخل کانال پرپ شده جدا می شوند و در درجه بعد فایبرها خودشون می شکنن و یا تیکه از دندان و کامپوزیت باشون کنده می شوند. باز اینجا باز دقت کنید به سطح دندانی خوب نتونستیم بچسبیم. پس خیلی همکاران گرامی نگران نباشید که فلان تکنولوژی اومده آب اکسیژنه فلان، یا باید حتما یه تکنولوژی مثلا کوجتی داشته باشیم تا به سطح فایبر بچسبیم. به سطح فایبر با روش های ساده این سندبلاست، این سرامیک پرایمر ها، این MDP ها، همه رزین هایی که گروه های فسفات دارن بس خوبی بهشون وصل میشیم و نگرانی عمده ای نداره. همه دقتتون رو به داخل کانال ریشه بکنید و به کامپوزیتتون که به سطح یا لوتینگ سمنتتون که به سطح در حقیقت داخل کانال ریشه بچسبه. بیشک توصیه میکنم چون نور به قدر فاصله زیادی داره، بیشک از کامپوزیت های دوال کیور یا سمان های دوال کیور استفاده بفرمایید تا فیل کوهزی به داخل لوتینگ سمنتتون کاهش پیدا کنه. در مورد دوم، اصلا فایبرها در ابعاد و ضخامت های کمشون بسیار دوچار شکنندگی، اصلا شاید فایبرهای شماره 1-1.2 و حتی کوچکتر شما بتونید حتی با دست هم بشکنید و
خودتون کلینیکی این احساس رو بکنید که این فایبرها اصلا قابل مقایسه با فایبرهای نان پرشس در حقیقت متالیک از دید استحکام نیستن. جایی که فایبرها کار میکنن در حقیقت اونجایی که بتونید فایبرهای بازخامت بالا رو استفاده کنید که خودشون کمتر دوچاره. اصلا اصولا فایبرها به خاطر مدروس ها فلاستیسیتی کمترشون در جاهایی استفاده توصیه میکنیم استفاده بشوند که دندون خطر شکستگی دارد و اینا معمولا جاهایی که کانال ها گشاد است و شما میتونید از فایبرهای بازخامت بالا استفاده کنید که دوچار این فیل دسته دوم هم نشوید و یا کمتر بشوید. حداقل خدمت شما عرض کنم که بس بیشترین فیلمون اینجا هست، بس به سطح دندانی تمام اون نکاتی که اونجا گفتم پرایمر خوب خوش کنید، با در حقیقت کاتلورا آب اضافی، حلالهای اضافی رو خارج کنید از داخل کانال ریشه، سمان رو در داخل کانال ریشه به خوبی ببرید و انتقال بدهید. و خدمت شما عرض کنم یه نکته ای هست، فقط بعضی از سمان ها رو دقت بفرمایید، بعضی از پرایمر هایی که در داخل کانال استفاده می کنید اگر سمان رو در داخل کانال ریشه ببرید اینقدر زود صفر می شوند که نمی تونید فایبر رو در داخل کانال جا بدید. به اینستراکشن تکنیکی که کار می کنید، به روش کار و بروشور اون سیستمی که کار می کنید حتما دقت ویژه داشته باشید تا کمتر دچار این نوع فیل ها بشوید. خدمت شما عرض کنم که من عرایزم اینجا تموم میکنم، برگردم من به دقیقت به قسمت لینکی که وارد شده بودم ببینم آیا سوالی اینجا هست. بله الان دیدم که فرمایش فرمودن این تکس آبی رنگ هیدن کنم، که الان هیدنش کردم با شرمندگی، ببخشید که رعیت اینو نمیدید و منی که با خیلی با تکنولوژی اخت نیستم دیر متوجه فرمایش بزرگان شدم. در خدمتتون هستم اگر فرمایش خاصی دارید و از این سوالا ممنون از ابراز لطفتون، خسته نباشید، شما بیشتر خسته نباشید که رعیت رو تحمل کردید. بله برای داخل کانال ریشه باند دیوال کیور جسارت کردیم، ولی خوب خوش شدن و نازک کردنش، البته وقتی از فایبرها استفاده میشید خطر کمتر است، ولی از گری پستای ریختگی استفاده میکنید دوال کیور خطر زود صفر شدن هم دارد، حواستون باید به این نکته باشد. امکانش در مورد مارجین باند یه نوع باند هیدروفوب است، مال شرکت کولتون است، هلیو باند، یا در داخل کیت های چویس تو یه باندی هست به اسم سرامیک باند که اونم هیدروفوب است و به عنوان من یه باند هیدروفوب معرفیش کرد. هر باند از هر برند و هر شرکتی قابل انجام هست. هیچی نبود، کامپوزیت های فلوئبلتون در حقیقت یه نوع باند هیدروفوب فیلد هستن، در حقیقت فیلردار هستن که از اونا هم میتونید استفاده بکنید. باز اگر سوالی باشد بذاری من واتساپ من باز کنم که خانم دکتر اگه دستوری فرمایش داشتن من بتونم انجام بدم. باید ببخشید وی پی ان من روشن کنم که واتساپ هم روشن بشه. فکر کنم بچه ها تموم شدن. راجع به فایبرهای نواری پرسیدم، فایبرهای نواری هم در محل اتصالشون نوعهای گلاس معمولا بهتر است چون سایلنیزه میشن، نوعهای پلی‌اترن یه ذره سخت‌تر وت میشن ولی اونا هم باند میشن. حباب هوا بین این دو
نوار و کامپوزیت یا فلوئبل بعدی هم جای خدشه دارد و دقت بیشتر بکنید خوب وت بشن و بعد اپلای بکنید. کدوم باند دوشون سایلن هم دارد؟ مثلا باندهای یونیورسال باند 3M توشون سایلن هم دارن. توصیه ما قدیمی ترا بیشتر استفاده از یونیورسال باند جدا هست و سایلن جدا هست و اگر باند یونیورسالی هم سایلن داشت و هم در حد رزین های ادهزیو شلف لایفشون یه ذره میاد پایین و بهتر جدا جدا استفاده کنید. لطفاً در مورد زمانی لازم برای مچوریشن باند های در حقیقت شما اگر مثلا دارید یه اگر به عرایز بایومیمتیک من جایی در فرصتی بوده که سعادت نصیب من شده باشد من در کنار شما باشم، خیلی دیتا همه این فرمایشات رو تایید نمی کنن، اما برها دکاپل ویت تایم یا دکاپل ویت در حقیقت لوکیشن کمک ممکنت باشد. مثلا دارید یه سمان دارید یه لامینیت میچسبونید، اول دندون رو باند کنید، همینقدر خوب کیور کنید، یعنی مچوریشن خوب که کیور می از زمان لازم بیشتر کیور کنید، یعنی مچوریشن خوب. خدمت شما عرض کنم که همین زمانی که شما دارید پریپریشن در حقیقت سرامیکتون انجام میدید، در حقیقت اگر معتقد هستید به مچوریشن در سطح باند داره، باندتون هم مچور میشه و استرس توش کاهش پیدا میکنه. در مورد سایلن دو مرحله چقدر باید 10 تا 15 دقیقه خوب هست گرم کردنش، این در حقیقت اکتیف شدنش رو فعال میکنه و سریعتر میکنه، خوب میکس کردنش هم این فعالیتش رو بهتر میکنه. مدارم دیگه توتال اشایی که مواجهش کردیم سمبلات، حقیقتا من و قدیمی ها خیلی به پیچیده کردن کارهای کلینیکال معتقد نیستیم. وقتی که اچ باند یا سلف اچ و باندتون با همین تکنیک های معمول نتایج خیلی خوبی دارد، نیاز ندارد که تکنیک های پیچیده این کوجت سمبلاس یا چیزهای دیگهی که کارتون رو سختر میکنن و ممکنه کندمینش های دیگهی واسه تون ایجاد کنن هم خیلی در اونا غرق بشید و اصول و پروتکل های عادی رو انجام بدهید، کافیست با همین تکنیک ها کامپوزیتتان 10-20 سال در حقیقت انجام میده. خانم دکتر به نظرم نه هرچی من در خدمت همکاران هستم، از مشکلی ندارم. الان در مطب نشستم چون خانومم نیست فعلا کسی دوام نمی کنه، در خدمت بزرگواران هستم. هر موقع شما فقط صلاح توزیع قطع کنید ما تعطیل می کنیم و میریم، ولی تا توان داشته باشم در خدمت همکاران و بزرگواران و اساتید هستم. در انتخاب نوع کاموزیت برای تعمیر کاموزیت چیپ شده اینجا، خب چون در پرسرن چیپ شده رنگ خیلی مهم است، باید از برید سراغ کاموزیت های در حقیقت اگر ونیر سرامیکی است ترانسوسنت و اگر پی اف ام هست لایه های پایینی و لایه های نزدیک فلز و کامپوزیت های اوپک بذارید، برای اینکه رنگ فلز رو باید بپوشونید. اما همونجوری که گفتم هرچی کامپوزیت های با استحکام بالا مثلا 3M دنس پلی کر استفاده کنید استحکام بالاتری داشته باشن، صد البته استحکام باندتون هم بالاتر خواهد رفت. در مورد سایل اونو که گفت استاد دادن از زمانی که اونم جا بایو بیس قرار دادن کامپوزیت سرما، اگر بایو بیس استفاده کردید چون کامپوزیتتون چندین روز مونده تا آنلی سرامیکیتتون آماده بشود و حکم در حقیقت باند کامپوزیت به کامپوزیت قدیم دارید و این باند خیلی قوی نیست، حتما سمبلاست بفرمایید. سطح میناتون رو که نه، چون میناتون رو فرش کردید و میناتون رو رزین سمنت در حقیقت رزین نرفته است، ولی سطح بایو بیستون رو بهتر از سمبلاس کنید و بهتر از با یونیورسال باند ها یا یونیورسال پرایمر ها اپلای کنید.
روی مذارت همون جناب بازم میشه یه توضیح بخصده پروتوکل سمنتیشن فایبر پوست اصلا فکر کنم آخه این پروتوکل اون خودش یه جلسه کار است. در حقیقت همین که از سمانهای دوال چی بکنید استفاده کنید و در داخل کار یعنی دقتتون به سمت دندانی هدفتون و میجر کانسپتتون سمت دندان باشد پرابلم حل می شود. چون از این بر گفتم فقط همین سطح فایبرتون آلوده نباشد و یه سمبلاستی بکنید، اگه سایلن دارید سایلن، اگر ندارید یونیورسال پرایمر، اگه اونم ندارید حتی یونیورسال باند بزنید باز کمک می شود. حتی اکثر سلف اتزیف سمنت ها خودشون همون عوامل رزین های فسفاتر دارن و به سطح فایبر متصل می شوند، گرچه سطح فایبر کوت شده با اپوکسی یا BCM هایی که به مقدار زیاد پلیمریزه شده است و یه ذره در حقیقت سخت بهش وصل شدن، اما نه به سختی داخل کانال که اینقدر سیره هیپوکلوریت و عوامل مختلف دیگه‌ای و دور از دسترس شماست، منیپولیشن توش سخت و اینا. ممنون خانم دکتر شاهرخی، پیغام فرمایش فرمودن که محدودیت زمانی نداریم. ممنون از این که این بستر رو فراهم آوردید تا من در حقیقت حقیر سراپا تقصیر در خدمت همکارانم باشم. باز من اگر استاد لطفا تکنیک در مورد خودتون برای اطمینان از وت بودن و خوش شدن مینا قبل از اپلای کردن و والا تکنیک وت بهترین تکنیکش و پرتواترترینش در مقالات بلاد دراینگ یعنی این که وقتی دندون شستشو دادید با یه کاتن بلور کوچیک آبای اضافی رو بردارید، اینقدری که سطح مرطوب باشد شاینی باشد ولی آب اضافی نباشد. خب حالا این واقعا یه عمل کیفی است. از فاصله 10 سانت 2 تا 3 ثانیه بگیرید. در یه گوشه‌ای ممکنه آب و هوا بیشتر باشد، در یه گوشه‌ای کمتر باشد، اما یه دقت کنید که با یونیورسال باند ها که باند های شایع امروزی در دنیا، الان بیشترین دندانپزشکای دنیا از یونیورسال باند ها استفاده میکنن، اشکال وت و خشک بودن کمتر شده و نگران نباشید که اگر یه ذره زیاد یا یه ذره کم خشکتر شد دلنگران از این جانب نباشید و تکنولوژی در اینجا یه ذره ما رو کمک کرده. در مورد استفاده کلورهگزیدین، اگر خیلی خوش کردید و ریوت کردید با کلورهگزیدین 2%، بله اینم روش خوبی است برای ریوت کردن. ریوت بکنید و بعد باز خشکش کنید و باندینگ یا پرایمرتون رو اپلای کنید و حالا باز خشک بفرمایید و کیور کنید. حالا آجش برم ببخشید دندون قبلا اندو شد آمارنا و حقیقتا آج همون آج هست. درست تغییرات میکروسکوپی و اولترا استراکچرال آج زیر کامبوزیت زیر آمالگام و در نواحی اندو شده و اینا متفاوت است، اما از ماهیت پرتوبولار و اینترتوبولار خیلی فرقی نکرده و ما در حقیقت فقط 20-30% با اینترتوبولار و 60-70% با این ور، یعنی بین توبولا، یعنی با همون اسیدی که زدید یا با همون سلفشی که کردید وصل میشیم بهش و از این جهت نگرانی عمده ای ندارد. در مورد مؤسسه کلوریزیدین اینم که یعنی شما مینا آقای دکتر فرمایش فرمودن که آیا در وقتی که خوش میکنید مینا هم خوش میکنید؟ ببینید همون قدری که مینا همون قدری که آج مرطوب موند و آب اضافیش برداشته شد، هر چقدر مینا بود کافی است، چون وت باندینگ اصلا به مینا هم در حالت وت فست می شود. این که بعضیا در داخل آج پنبه مرطوب میذارن مینا رو خشک میکنن و بعد دوباره، واقعا تکنیک رو خیلی سخت نکنید، کار لقمه رو سخت نچرخونید. اکثر باندای نسل 5 یونیورسال باند اینا به مینا در حالت مرطوب هم وصل می شود،
اما اگر جایی امکانشو داشتید که مینا بیشتر خوش بشه، صد البته بهتر است. و چون از باندای اینجا در حقیقت هیدروفیل استفاده میکنید، نگران نباشید، استرس نگیرید که میناتون حالا رنگ سفیدک رو نداشت، که اگه اونقدر سفیدک بشه حتما باند، حتما آجتون دزیدراته شده است. استاد بله، این دوتا کانسپت وجود دارد. همکاری که فرمایش فرمودن و دید بایومیمیتیکی داشتن و میگفتن باند باید مچور بشود، من چون نخواستم وارد بحث بایومیمیتیک بشم، اگر میخواستن میتونن از این روش استفاده کنن. بله، خیلی جاها برای اینکه از اون ور مچوریشن وقتی میرید سراغ ایزوله نگه داشتن دندون یه ذره سخت است، از این ور تکنیکی که شما فرمایش فرمودید، اول بریم سرامیک رو آماده کنیم بعد بیاییم دندان، بله خطر آلودگی دندان رو کاهش میده. اکثر شماها که اینقدر تکنیکاتون خوب و استفاده از رابردم و اینا شده که خیلی نگران ایزولاسیون سطح دندانی هم نباشید. صد البته که گفتم فعل بیشترمون در این سمت بیشتر رخ میدهد و سطح دندانی رو باید دقت ویژه‌ای بهش داشت. هر دو تا تکنیک یه خوبی یه بدی دارد و شما بر اساس نیاز کلینیکیتون و تفکرتون و کانسپتتون و قضاوتتون یکی از این دوتا رو انتخاب بفرمایید و هر دوتا جای کار دارد. سرامیکای مرسی توصیم جمعت از زدن لایه باندینگ سراغ خب اون دوگاه، یعنی شما میفرمایید همزمان کیوشه بهتر است؟ نه آقای دکتر، من جسارت نکردم که باند و کامپوزیت رو با هم کیور کنید. منظور من این بود که اگر لایت کیور در حقیقت میخواید دندان رو باند کنید، بعد از اینکه تریتمنت ها رو انجام دادید دندان رو کیور کنید، لایت کیور بشود قبل از اینکه حتی سمام بذاریم روی دندان و در داخل لامینیت رو بخواییم بپوشونیم در داخل دندان. خدمت شما عرض کنم در مورد آنلی اینلی بعضی وقتا بعضی از سمان ها رو نمیتونین کیور کنید، بعضی از ببخشید باندا رو، به خاطر اینکه اون باندا یه ذره زخیمه و ممکنه مانع نشسته در حقیقت آن لمون بشن. در مورد لامینیت ها، به خاطر اینکه اکثر لامینیت ها بیش از 50 میکرون گپ دارن و هیچ باندی از این باندایی که مثلا شما در چویس تو استفاده میکنید که در حقیقت یونیورسال باند، آل باند یا آل باند مثلا تریه، هیچ کدوم به 20 میکرون نمیرسن. خب به خصوص وقتی خوب خوش کرده باشین و در ضخامت های کمتر از این هستن و شما میتونید که باند رو کاملا کیور کنید و نگران نشستن لامینیتتون نباشید و فقط سمان رو بعدن کیور کنید. کاموزیت آماده سازی سطح این دایره کاموزیت برای آماده سازی این دایره کاموزیت هم بیشتر سمبلاست رو توصیه میکنم. قدیمتر هیدروفلوریک بود، سایلن یا سرامیک پرایمر یا یونیورسال پرایمر ها هم بعد از سمبلاست برای این دایره کاموزیت مناسب هستن و الان یواش یواش باندای در حقیقت به کامپوزیت های این دایرکتمون هم خوب شده و نتایج کلینیکی خوبی دارد، گرچه یه ذره هنوز از سرامیک های که با هیدروفلوریک اچ میشن یه ذره عقب تره. آموزازی سطح این دایره کاموزی باید جسمان نمیدونم، نه ربطی به بایومیمیتیک ندارد استاد این اصلا و خیلی اقوای بایومیمیتیک نباشید استاد. بایومیمیتیک هم همین کارهایی است که شما سالها دارید انجام میدهید و از من پیرمرد خیلی بهتر دارید انجام میدهید. فکر میکنم دیگه سوالی نبود. ممنون از حوصله و بزرگواری همه شما بزرگواران. من فکر کنم دیگه وقت خداحافظی است. از توجهتون کمال تشکر دارم. خوشحالم که سیستم مجازی بود و گوجه فرنگی و تخم مرغی پرت نشد برای خاتمش، شوخی بود.
از صبر و حوصلتون، کمال تشکر. در انتها باز از خانم دکتر و گروه خلیج فارس تشکر لازم دارم. به خدا میسپارمتون، انشاءالله خیر و برکت باشد. خدا حافظشون.